working late, jacking cars. چی بود؟ کی اونجاست؟ بعضی ها میگن دنیا توی آتیش سوزی ذوب میشه، بعضی ها میگن از سرما یخ میزنه. اگه به من باشه آتیش سوزی رو ترجیح میدم، اما اگه تحت فشار باشم. I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. You know, I've got an English final. Mm. I gotta focus. Marry me. Change me. Okay, I will if you marry me. It's called a compromise. It's just called coercion. It's not fair. Marriage is just... it's a piece of paper. Where I'm from, it's the way one says I love you. And where I come from, at my age, it's the way one says I just got knocked up. So you're worried about what people will think? You know, 2 out of 3 marriages end in divorce. Well, I think you'll find the, vampire human divorce rate is a little lower. Just marry me. I can't. I have to be back at 4.
دقیقا راس ساعت 4. این بچه میخواد زمان سنج چیزی بسازه؟ بچه اسم داره، انقدر بهش گیر نده. خیلی خوب، خودت میدونی واسه یه چی تنبیهت میکنم، درسته؟ چون رو اعصابتم. آره رو اعصابی، ولی من دلایل دیگه ایم براش دارم. من فقط میخوام یکم ازش فاصله بگیری. بابا نمیتونم کارش کنم، ادوارد دیگه زندگیمه. آره میفهمم. پس خیلی خوب، یه کاری میکنیم، یه قرار میذاریم. دیگه بیشتر از این طور خونه نشین نمی کنم، مگه اینکه از این آزادی استفاده کنی و به دوستای دیگه هم سر بزنی، مثل جیکوب. این مدت حالش خیلی بد بوده، باباش خیلی نگرانشه. یادم وقتی تو اینجوری بودی و یه دوست احتیاج داشتی و جیکوب پیشت بود. جیکوب چند هفته‌ای بود با اون حرف نزده بود. میخواستم صحبت کنیم ولی جواب نمیداد. میخوای بری پیش سرخپوستا؟ از کجا؟ آلیس تو ماشینم رو دستکاری کردی؟ بلا، امنیت تو از همه چی برای من مهمتره. جیکوب به ماسیبی نمیزنه. نه نمیزنه، ولی گرگ و کنترلی رو خودش نداره. ادوارد، ولی من دارم. تا قبل فارغ التحصیلی باید ببینمش، بعد یکی از شما میشن و اون ازم متنفر میشه. متاسفم. بچه ها گوش کنید، به موقع اومدید. اینجا رو ببینید، حواستون به من باشه. باشه؟ باشه؟ خب باشه. ما آینده هست، هر چیزی ممکنه، فقط باید باور داشته باشه. عالیه. بفرمایید، دینم متن سخنرانی. نه من که نمیخوام همه مسخرم کنن، پس بگیر مال خودت. باید یکم استراحت کنی. آره خب، تو دانشجوی ممتاز مایی. به خاطر همینه که اون ممتاز شده. اهل این کلیشه‌ها نیستم. سخنرانی باید حماسی باشه. حماسی؟ خیلی جدیه. میخوام یه مهمونی بگیرم. عالیه، مگه آدم چند بار از دبیرستان فارغ التحصیل میشه؟ مهمونی؟ تو خونه شما؟ تا حالا خونه تو ندیدم. هیچ کس تو حالا ندیده. بازم مهمونی؟ خوش میگذره. آره مثل دفعه قبل. آنجلا چیه؟ اینو نگاه کن.
لطفاً به هم بگو که آلیس چی دیده؟ چیز خاصی نبود. آخه نگران شدی؟ نمیخوام کسی متوجه عجیب بودن آلیس بشه. خب اینو که دیگه همه میدونن. نمیدونم چی شده. پارسال یه نفر تو سیاتل گم شد. چارلی همه تلاششو کرد. چیزی راجبش میدونی؟ یه مدته که پیگیر اوضاع سیاتلیم. گم شدنهای ناگهانی، قتل. اگه همینجوری پیش بره ولتریا وارد عمل میشن. اگه برن سیاتل اینجا میان، بعد میفهمن من هنوز انسان. اونقدر هم پیش روی نمی کنن. ولی اگه مجبور شیم میریم سیاتل. امروز براتون فکس میکنم. سلام. سلام. واسه شام حاضری؟ آره. منو تویم دیگه نه؟ نه من داشتم میرفتم. بعدم میبینمت. فعلا. راستی بلا، پدر مادرم گفتن از بلیطایی که روز تولدت به دادن استفاده کنی. کدوم بلیطا؟ که برم فلوریدا پیش مامان. چه سخاوتمند. اگه این هفته ازش استفاده نکنی تاریخش میگذره. نمیتونم که همه چیو ول کنم برم. خب این دیگه ممکنه آخرین فرصتت باشه. فکر بدی هم نیست. چند روز از شهر برو بیرون و یکم هوا عوض بکن. خوشحال میشم ببینمش، ولی تو هم باید با هم بیای. صبر کن. فقط دوتا بلیط؟ عالی شد. واقعا خوشحالم کردیم. باید مامانم رو میدیدم. باید مطمئن میشدم که حالش خوبه. واقعا دل تنگ نمیشه؟ میتونی گرمای خورشید رو پوستت حس کنی. آره دلم تنگ میشه. You know, colleges in Florida are a lot sunnier. منظورم اینه که اگه بری آلاسکا دیگه نمیتونم ببینمت. فضای اونجا رو خیلی دوست دارم. منظورت ادوارده؟ خیلی بد نگات میکنه. انگار میخواد گلوله چیزی ازت دور کنه. خب این بده. خب عجیبه. پیش اون خوشحالی. اون تکون میخوره، تو تکون میخوری، این آهن رو با. نه ما فقط عاشقیم. میفهمم. فقط ازت میخوام که درست انتخاب کنی. چون کسی که میخواد باش زندگی کنه تویی. مام، congratulations. نباید پولاتو خرج کنم. آه این چه حرفیه، بازش کن. اینا تیشرت قدیمی مونه. فکر کردم واسه این که تو آلاسکا گرم بمونی به دردت بخوره. This one, Insignara, Saint Pit. Yeah. ولی این یکی از همش بهتره. همیشه از شکلش بدت میومد. ممنونم مامان. اما الان عاشقشی. داشتم فکر میکردم وقتی بچه دار شدی تنش کنی و بری دور دنیا رو بگردی. مامان. خوشحالم که دوست داشتی. خواستم تو آلاسکا یه یادگاری از من داشته باشی. مامان چیه؟ دلم برات تنگ میشه. آه عزیزم منم دلم برات تنگ میشه.
مطمئنی اینجا دیدیش؟ تقریبا همینجاست. سمت چپ. ساب کن، اون تو قلم روی اون هست. داره فرار میکنه. نه نمیکنه. از رفتنت پشیمونی؟ نه، خوشحالم که دیدمش، ولی خدافزی ازش سخت بود. نباید خدافزی میکردی. نمیخواستی من برم، میخواستی نظرم عوض شه. همیشه امیدوارم. چیه؟ اگه بگم تو ماشین بمون میمونی؟ البته که نه. چارلی گفت رفته بودی مسافرت؟ آره، پیش مامانم بودم. چطور؟ اون داره امتحانت میکنه. اومدم بهت اخطار بدم که گونه شما دیگه وارد محدوده ما نشه. سب کن. چی؟ بهش نگفتی؟ الان وقتش نیست. چیو نگفتی؟ امت و پال یکم بحثشون شد، چیز خیلی خاصی نیست. ببینم، خودت مخشو زدی که بره خارج از شهر؟ از اینجا برو الان. اون باید بدونه گیس قرمزی دنبال اونه. ویکتوریا، چیزی که آلیستید. من میخوام ازت محافظت کنم. به خاطر همین دروغ گفتی؟ بعدا راجبش حرف میزنیم، ولی تو چرا جواب تلفنمو نمیدی؟ من حرفی با تو ندارم. ولی من دارم. صبر کن. بلا، ادوارد، بهم اعتماد کن. به تو اعتماد دارم، ولی به اون اعتمادی ندارم. اینقدر نخند جیک، فقط میخوام صحبت کنم. محکم بشین. مطمئنی فکر خوبیه؟
من عروس خونه شما. ببین کی اومده. چقدر تغییر کردی. آره عضله ساختم. خوب شد اومدی بلا، وگرنه معلوم نبود چه بلایی سرش میاد. کاش بلا زنگ بزنه. اگه زنگ نزنه چی؟ باید امشب به بلا زنگ بزنم. باید زنگ بزنم و قطع کنم. باشه حالا دیگه خفشین. بلا این لیا کلیرواتره، دختر هری. سلام. به خاطر پدرت متاسف. اگه امادی جیکو با آزار بدی سری از اینجا برو. خوش اخلاقه نه؟ بلا. سام همه چی مرتبه؟ همه چی مرتبه. دیگه جرأت نمیکنه این طرفا بیاد. خوبه. لیا از کی تو گروهتونه؟ همون موقع که پدرش مرد. داداشش ستم یکی از ماه. فقط 15 سالشه. جوانترین عضو گروهه. سم ازش میخواد درس بخونه ولی اون خیلی شیطونه. حداقل لیا تو خونه هست. بیخیال ترسو نباش. نه بحث ترسو بودن نیست. بحث یه مثلث عشقیه. ما همه باید تو گذشته لیا، سم و امیلی زندگی کنیم. تلپاتی گرگی یادته؟ سم به خاطر امیلی لیا رو ول کرده؟ نه اینجوری نبود. سم چون به لیا صدمه میزد از خودش متنفر بود. ولی عاشق امیلی بود. درست مثل وقتی که پیش تو هم. فقط یه علاقه معمولی نیست بلا. سم نقش پذیره. یعنی چی نقش پذیری؟ نقش پذیر شدن کسی مثل وقتیه که میبینیش و همه چیز عوض میشه. یه دفعه میبینی که کل دنیات به یه نفر بنده. به اون. فقط اونه که مهمه. حاضری هر کاری کنی یا وجودتو به پاش بذاری. به نظر میاد تجربهش کردی. تا حالا نقش پذیر کسی شدی؟ اگه میشدم میفهمیدی. من ذهن سمو خیلی راحت میخونم. پس فعلا هنوز جیکوبی. تو چی؟ خودتی؟ آره. تا اینکه فارغ التحصیل بشم. فارغ التحصیل شی؟ میدونی که این اتفاق میفته. نه تا یه ماه دیگه. نه تا قبل از این که یکم زندگی کنی. یا قبل از این که من بتونم واسه یه لحظه، فقط یه لحظه فکر کردم انگار این یارو چنگالاش خیلی محکمه. این تصمیم خودمه. نه اون بلا، اونا حتی زنده نیستن. حالمو به هم میزنه. بهتره بمیری تا اینکه یکی از اونا باشی. باورم نمیشه این حرفو زدی. ادوارد درست میگفت، نباید میومدم. بلا بس کن لطفاً. معذرت میخوام.
راستش ادوارد میتونه صدقه بذاره شما دو نفره بخوریم. پیش جیکوب بودم. آه خوبه. من میرم به کارم برسم. سلام. نمیفهمی که من نگرانتم؟ کاملا امن بود. نزدیک بود پیمانو بشکنم که میدونم بوی گند میدم. یه مشکلی هست. ادوارد چی شده؟ یه نفر اینجا بوده. اون کیه؟ میشناسیش؟ یه غریبه است. بوشو نشناختم. شاید کاری یه آبر بوده. فکر نکنم یه آبر کسی رو زنده بذاره. بوش تو 5 کیلومتری خونه چارلی از بین میره. یکی داره همه چی رو هماهنگ میکنه. ویکتوریا، اگه اون بود میدیدمش. شاید یه ولتری باشه. فکر نمیکنم ولتری باشه. از ملاقات قبلیمون حواسم بهش هست. پس باید بازم بگم. باید نوبتی مراقب خونه یه بلا باشیم. بازم یه شیفت مراقبتی. حق با اونه. شما نمیتونین مراقب من و پدرم باشین و دنبال اونم بگردین. ویکتوریا هم هست. تازه آتشتون به خونم هست. من تو رو بیدفاع ول نمیکنم. منم نمیذارم گرسنه بمونی. منم بیدفاع نیستم. یکی هست. کی؟ هر کی که بوده بوی گندش مونده. دفعه بعد که وارد محدودمون بشه ترتیبشو میدیم. از اینجا به بعدشو داریم. حق ندارین توی این موضوع دخالت کنین. هیچ کدومتون. برام مهم نیست که چی میگی. بله بیا از اینجا بریم. نه فقط تو باید بریم. بس کنین. خستم کردین. از الان به بعد من بی‌طرفم. ادوارد از این پیشنهاد متنفر بود. ولی دیگه موضوع رقابت مطرح نبود. بحث امنیت من و پدرم بود. این وضعیت حداقل باعث شد اونا با هم کنار بیان. گرگا مراقبم بودن تا کالنا بتونن شکار کنن. قطعا اتحاد آسونی نبود. چرا همیشه لخته؟ دیگه باید خداحافظی کنیم. نه من میخوام بمونم. عجله‌ای نیست. میتونی بمونی. Hey, beautiful. Hi. خب برنامه چیه؟ موتور سواری؟ کوهنوردی؟ گردش؟ من که میگم مهمونی. مطمئنی عیبی نداره؟ دوست ندارم سرزده برم مهمونی. در اصل گرده همایی ریش سفیدای قبیله است. ببین بابا، پدر بزرگ، سوکلیر واتر. اون بعد از مرگ هری جانشینش شد. خب من نباشم بهتره. نگران نباش. با خودم گفتم شاید برای جالب باشه چیزای تاریخی بشنوی. تاریخ؟ تاریخ قبیله؟ راز نیستن؟ ما همه تو گروه با همیم. تو هم بخشی از مایی. ستولیام اولین باره که اینجا میان. ولی خب توی گروه تو از همه غریبه تری. مطمئنی اشکال نداره؟ کاش که لباس بهتر میبوشیدم. جیک. ای. It's about time you got here. Paul's been hoovering the grub, but I saved you some burgers. Good looking out, bro.
Belle, this is Seth Clearwater, Leah's brother. Newest Hi. Member of the pack. Newest, bestest, brightest. And slowest. Come on, your dad's about to start. کوید اوایل قبیله کوچیکی بود، ولی همیشه این جادو تو خونمون بود. جنگجوهای بزرگ و شجاعی بودیم، میتونستیم تبدیل به گرگای قوی بشیم. این قابلیت دشمنا رو میترسوند و از قبیله محافظت میکرد. یک روز جنگجویان ما با موجود عجیبی روبرو شدن. شبیه انسان بود، ولی به سختی سنگ و به سردی یخ. دندونای تیز ما اونا رو شکست داد، ولی فقط با آتیش میشد کاملا نابودشون کرد. اونا با ترس از هم نوعای اون مرد سرد زندگی کردن. حقم داشتن. اون انتقام سختی ازشون گرفت. رهبر سابق ما تاهاکی بعد از پسرش تنها جنگجویی بود که میتونست قبیله رو نجات بده. همسر تاهاکی شاهد شکست خوردن اون بود. همسر سومش ویژگی خاصی نداشت. هیچ قدرتی نداشت غیر از یه چیز: شجاعت. فداکاری همسر سومش باعث شد اون زن خوناشام گیج بشه و تاهاکی اونو نابود کنه. اون قبیله رو نجات داد. به مرور زمان همشون ناپدید شدن، ولی یه گروه باقی موند. خونا شما وقتی نزدیک میشن خوی گرگیمون بیدار میشه، دقیقا مثل الان توی خون خودمون احساس خطر میکنیم. یه اتفاق وحشتناک و کشنده. همه باید آماده باشیم، هممون. میدونم، یکی رو میارم که خونش رو بخوره. فقط سعی کن زنده بمون. به چند نفر دیگه هم نیاز دارم. سیاتل در وحشت فرو رفته. پلیس نگران افزایش قتل‌ها و گمشده هاست. نظریه ها بیانگر پیدایش قاتل های زنجیره جدید است. من کیتی براون هستم، گزارشگر سی‌ان‌ان. وضع داره بدتر میشه. باید دست به کار بشیم. همه ی اینا نمیتونه کار یه نفر از گونه ما باشه. خیلی بیشترن. اونم با این نظم و روش. تازه تبدیل شده. خب چه برتری دارن؟ تو ماهای اول تبدیل شدنن. همون وقتی که غیر قابل کنترلن و دیوانوار، تشنه به خون. اونا خیلی خطرناکن. هیچ کسی بهشون آموزش نمیده. اصلا اتفاقی نیست. یه نفر داره ارتش درست میکنه. پس دیگه حتما میریم سیاتل. یه ارتش از خونه شما؟
موقع جنگ خلاق‌ترم میشن. ما تنها گروه نزدیک سیاتلیم. اگه ما جلوشونو نگیریم ولتریا این کارو میکنن. موندم چرا تا الان کاری نکردم. شاید اونا پشت این قضیه هن. تو ایتالیا ذهن آرا رو خوندم. اون میخواد من و آلیس بهش ملحق بشه. میدونه با وجود ما این اتفاق نمیافته و فکر میکنه میتونن از پسش بر بیان. سلام، شام خوردی؟ نه، این پسر رایلی بیارزه یک سال پیش ناپدید شد. میچره پدر و مادرش این اطلاعیه ها رو تو کل سیاتل پخش کردن. شاید باید فراموشش کنه. این چه حرفیه؟ اگه تو گم میشدی فراموشت نمی کردم. I have to figure out what to tell people. Why I won't be home for Christmases. Why I won't visit. Why they'll never see me again. After a few decades, everyone you know will be dead. Problem solved. Why are you so against me becoming like you? Be honest with me. There's more. I know the consequences of the choice you're making. I've lived through it. And to let you suffer that, you believe I have soul, and I don't. But to risk yours, just for the sake of never having to lose you, that's the most selfish thing I'll ever do. I thought that you were afraid that I'd be too different. You know, like, I wouldn't be warm. I wouldn't smell the same. You'll always be my Bella. My Bella just less fragile. جایی که اینجا خیلی قشنگه. آلیس میخواد یه مهمونی فارغ التحصیلی بزرگ بگیره. تو هم دعوتی. آره، میدونستم. چیه؟ میخواستم این کار یه جور دیگه ای انجام بدم، آرومتر، ولی دیگه وقتی نمونده. چه کاری؟ تو باید حقیقتو بدونی بلا، تمام انتخابایی که داری و بفهمی، و باید بدونی که من عاشق تو هم. ازت میخوام که به جای اون منو انتخاب کنی. فکر کردم حلش کردیم. من به تو حسی ندارم. من اینو قبول نمی کنم. چیو قبول می کنی؟ این حسیه که من دارم. تو یه احساس دیگه ای به من داری، فقط نمی خوای قبولش کنی. من بی خیال نمی شم. من به خاطرش می جنگم. تا وقتی که قلبت ضربان داره. از
اصلا لازم نیست به خاطرش بجنگی. داری عجله میکنی چون میترسی نظرت عوض بشه. نه نمیترسم، میدونم چی میخوام. با من لازم نیست تبدیل بشی بلا، یا از کسی خداحافظی کنی. من میتونم بیشتر از اون مراقبت باشم. اون حتی نمیتونه بدون صدمه زدن بهت لمست کنه. Feel that? Flesh and blood and warmth. اگه یه بار دیگه همچین چیزی بهش بگی خواهش میکنم دعوا نکنی. اون مطمئن نیست چی میخواد. راه نمایی دعوا نکنی. بذار خودش بهت بگه. باشه مطمئن باش که میگه. جیکوب خواهش میکنم از اینجا برو. هی آروم باشین بچه ها، دعوا نکنیم. باشه قضیه چیه؟ گفتم عاشقشم و اونم زد توی صورتم و دستش شکست. فقط یه سوء تفاهم بود. بهش آرام بخش دادم، سریع دردش از بین میره. ببینم بلا، بازم کار دست خودت دادی؟ با مشت زدم تو صورت یه گرگینه. لات شدی، از اون تازه متولده یه قوی میشی. اینقدر که مجه تو بخوابونم. نگران اون نباش. چیزی پیدا کردین؟ هیچ ردی ازش نیست. از ویکتوریا هم خبری نداریم. برو واسه یکی دیگه از تازه متولد بودنت بگو. ببین روزالی، من نمیدونم چی کار کردم که اینقدر ازم متنفری. ازت متنفر نیستم. البته خیلی هم خوشم نمیاد، ولی من بهت حسودیم میشه. چی؟ مسخره است؟ نه نیست. تو حق انتخاب داری. من نداشتم، هیچ کدوم نداشتیم، ولی تو داری و بازم داری اشتباه انتخاب میکنی. مهم نیست زندگی فعلی چقدر فلاکت باره. زندگی من فلاکت بار نیست، ولی عالی هم نیست. زندگی هیچ کس عالی نیست. مال من عالی بود، کاملا بی نقص. همه چی همون جوری بود که میخواستم. میخواستم ازدواج کنم و تو خونم هر روز منتظر شوهرم باشم که بیاد خونه. خانواده خودم. رویس کینگ خوشتیب ترین مرد شهر بود. خیلی نمیشناختمش، ولی جوون و خام بودم و عاشقش شدم. تو آخرین شب زندگیم دیر وقت برمیگشتم خونه. بالاخره اومد. هی روز، بیا اینجا. اینو داشته باش. سلام، چه خبر؟ منتظرت بودی. You're drunk. Isn't she lovely, John? I told you she was a looker. It's hard to say with all those clothes on. What do you say, Rose? Why don't we take off a few layers? Stop. فردا میبینمت توی وضعیت بهتر. هی کدوم گوری میری؟ بس کن، بلام بخون. وایسا، تو حق نداری بری، باید همینجا وایسی. هی با تو هم اونا منو تو خیابون ول کردن و فکر کردن مردم. باور کن میخواستم بمیرم.
کارلایل منو زخمی پیدا کرد و کمکم کرد. متاسفم. ولی انتقاممو گرفتم. وقتش که رسید رویس رو گذاشتم آخر ریسک که از ترس من بارها بمیره. خیلی خلاقانه عمل کردم. بعد آشنایی با امت اوزان بهتر شد. ولی کل زندگیم همینه. منجمد. هیچ وقت حرکت نمی کنم. ولی بیشتر از همه دلم واسه این تنگ شده که توی حیوان خونم بشینم، بخندم با موهای سفید و نوه های شیطونم. جریان زندگی. میفهمم، این چیزیه که میخواستی. تو زندگیم هیچی و بیشتر از ادوارد نمیخواستم. بازم اشتباه گفتی. بعد از اینکه تبدیل بشی، بیشترین چیزی که میخوای و به خاطرش آدم میکشی خونه. چند دفعه گفته بودم جلب توجه نکنی. یه چیزی داره میاد، یه چیزی که بزرگتر از همه ماست. وگه نتونین خودتونو کنترل کنید، هممون میمیریم. گذشته ها گذشته، فقط گنکاریتون رو تمیز کنید. میگی چی کار کنیم؟ حالا همه منتظر عکس العمل ما هستن. هیچی. پس باید با ارو مشورت کنیم. تصمیمات ارو رو میتونم ببینم. خودمون باید تصمیم بگیریم. پس تصمیم بگیر جین. وقتشه. آره وقتشه. یا باید بذاریم کاری که به خاطرش به وجود اومدن رو بکنن، یا با کشیمشون. تصمیم تصمیمه. وقتی 5 سالمون بود به همون میگفتن وقتی بزرگ شدی میخوای چی کاره بشی. جوابمون فضانورد، رئیس جمهور، یا واسه من پرنسس بود. وقتی 10 سالمون شد دوباره پرسیدن و جوابامون خواننده، گاف چرون، یا واسه من برنده ی مدال طلا بود. اما حالا بزرگ شدیم و ازمون جوابای جدی میخوان. چطوره اینو بگیم؟ کدوم خری میدونه؟ الان وقت این نیست که تصمیمای سخت و عجولانه بگیریم. الان وقتش اشتباه کنیم، مسیر اشتباه و انتخاب کنیم و گیر بیافتیم، عاشق بشیم به دفعات. از نظر فلسفی هم انتخاب درستی نمیشه توی این موقعیت کرد. افکارمون تغییر میکنن چون هیچ وقت دائمی نیستن. پس تا جایی که میتونیم اشتباه میکنیم.
اینطوری اگر کسی ازمون بپرسه میخوای چی کاره بشی، نباید حدس بزنی. بعدن میفهمی. اینجا چی کار میکنی؟ خدا دعوتم کرده. مشتی که بهت زدم کافی نبود. اون خودش یعنی دعوت نیستی. بلا واقعا متاسفم. به خاطر اون حرفا دستت. باید نفس گرگینم رو سرزنش کنم، ولی کار خودم بود. اشتباه کردم. واقعا معذرت میخوام. برات یه چیزی آوردم. هدیه فارغ التحصیلی. خودم درستش کردم. خودت ساختیش؟ خیلی قشنگه. ممنون. یه لحظه. چی دیدی؟ تصمیمشونو گرفتن. چه خبر شده؟ نمیرین زیاده؟ نه، دارن میان اینجا. 4 روز دیگه میرسن. اینجوری خیلی بدتر میشه. یعنی کار کی؟ هیچ کسو نشناختم. شاید یکیشون. قیافشو میشناسم. اهل همینجاست. رایلی بیرز. کار اون نیست. پس چرا هیچ عکس‌العملی نشون نمیده؟ اونا نقطه ضعف قدرتتو پیدا کردن. در ضمن ارتش داره نزدیک میشه و ما قدرت کافی نداریم. صبر کن ببینم. چه ارتشی؟ تازه تبدیل شده ها. گونه ما. هدفشون چیه؟ دنبال بوی بلان. بوی لباس قرمزش. دنبال بلان؟ چه ربطی به اون داره؟ تو این مبارزه خیلی ها کشته میشن. حتی بلا. خیلی خوبه. ما هم هستیم. نه، خودتو به کشتن میدی. من از کسی اجازه نخواستم. ادوارد، این یعنی تو در امانی. جیکوب، میتونی سما راضی کنی یا براش توضیح بدی؟ حد اقلش چند تا خونشم میکاشیم. جاسپر؟ مهم نیست چند تا. مرغای آسمون به حالشون گریه میکنن. یادتون میدم. میریم به کورنلا. کارلای، اونا ممکن آسیب ببینن. همه به تمرین نیاز داریم. جنگیدن با اونا نیازمند تجربه است. که جاسپر این تجربه رو داره. خیلی خوب، زمان و مکان رو بگین. جیک، این کارو نکن، خیلی خطرناکه. بلا، اصلا ناراحت نباش. تو باید خوشحال باشی. نگاه کن، داریم با هم کار میکنیم. مگه تو همینو نمیخواستی؟ یادت رفته؟ دوباره فقط یه هدیه است.
وقتی شکل آدمانم بهشون اعتمادی ندارم. اومدن، همین مهمه. میشه ترجمه کنی؟ سلام جیک. خوش اومدین. جاسپر تجربه جنگ با اونا رو داره، بهمون یاد میده. میخوان بدونن فرق اونا با ما چیه. اونا قوی تر از من، چون هنوز خون انسان توی بدنشون جریان داره. گونه ما بیشترین قدرت فیزیکیشو تو 7 ماه اول زندگیش تجربه میکنه. حق با کارلایله، به خاطر همینه که به وجود میان. ارتش اونا به هزاران انسان نیاز نداره. هیچ انسانی نمیتونه اونا رو متوقف کنه. دو تا چیز هست که باید یادتون باشه. اول، هیچ وقت نذارین دستاشون رو دور گردنتون حلقه بزنن، چون لهش میکنن. دوم، هیچ وقت جلو به قصد کشتن حمله نکنین، چون اونا هم همینو میخوان و شما شکست میخورین. امت، یه وقت نترسی، فکرشم نکن. تمرکزتو بیشتر کن. یه چیز دیگه، هیچ وقت پشتتو به دشمن نکن. ممکنه کشته بشین به خاطر من. تازه ممکنه بدترم بشه، مگه نه؟ واسه امروز کافیه. جاسپر، مطمئنی کمکی از من بر نمیاد؟ خب حضور تو عطرت حواس تازه متولدا رو پرت میکنه و بوی خونت دیوونشون میکنه. خوبه، خوشحالم. ای، این چیزا رو از کجا میدونی؟ فکر نکنم بیشتر از خواهر و برادرام راجبشون بدونم. دستت مثل دسته منه. زخم جنگه، کار ارتشیه که توش بودم. هیچ فایده جلوشون نداشت، اما تو هیچ جنگی شکست نخوردم. این اتفاقا تو جنگ‌های داخلی افتاده؟ من جوان‌ترین سوار نظام تگزاس بودم،
روزای زیادی رو توی جنگ گذروندم. تا کی؟ تا وقتی که اونو دیدم. ماریا. بعد از جنگ برگشتم تو به مادرها و بچه ها کمک کنم که اتفاقی دیدمش. ازشون پرسیدم کمک میخوان یا نه. دوست داشتنی؟ یه سربازه؟ تمومش کن ماریا. اصلا نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم. اسم چیه سرباز؟ سرگور جاسپر ویسلاک هستم خانم. امیدوارم زنده بمونی. برای من خیلی منفعت خواهی داشت. ماریا داشت ارتش میساخت. تو جنوب اوضاع بد بود. جنگ سر قلمرو اراضی. ماریا همه رو میخواست. اون باهوش بود و با سیاست و منو داشت. من فرمانده دوم بودم. قدرتم تو کنترل احساسات خیلی به دردم خورد. تازه متولد شده ها رو تعلیم میدادم. In this occupation, since she never let them live beyond the first year, it was my job to dispose of them. میتونستم هر چی که حس میکنن و حس کنم. به خیالم چیزی که بینمون بود عشق بود، ولی من عروسکش بودم. با هم بازی کرد. نمیدونستم راه دیگه ایم هست تا اینکه آلیس رو دیدم. البته دیده بود که میام پیشش. دیگه نمیتونستم صبر کنم. معذرت میخوام خانم. نمیدونم اگه تو نبودی چه بلایی سرم. دیگه به اون روزا فکر نکن. چی شده؟ مهاجما تازه متولد شده. اونا عروسکن. عروسکوی ویکتوریا. اگه میخواست ارتش بسازه آلیس میفهمید. مگه اینکه خودش رو پشت اونا قایم کنه و بذاره اونا تصمیم بگیرن. به جمع ما خوش اومدی. نمیخوام خودم رو قایم کنم و شما به خطر بیافتین.
اگه کار ویکتوریا باشه باید تا میتونیم تو رو ازش دور کنیم. آخه جسپر گفت میتونم کمک کنم. نمیخواد کمک کنی. گرگام هستن. خطری نیست. ولی بقیه نباید نزدیک بشن. پس یا اینقدر خطرناکه که باید قایم بشم یا اینقدر بی خطره که بتونم بیام؟ کدومه؟ واسه تو خطرناکه. واسه ما بی خطره. نباید از هم جداشیم. خطرناکه. چقدر باید اینو بهت ثابت کنم؟ من نگران میشم. تو هم همینطور. و هر دو مناسب پذیر میشیم. درست میگی. پس باید میام. نه با هم میریم یه جای دیگه. نمیخوام که بین من و خانوادت یکی رو انتخاب کنی. تنها راه مراقبت از تو اینه که پیشت باشم. تو نمی جنگی؟ یا میترسی عضلاتت خسته بشن؟ اون این کارو به خاطر من میکنه. حالا هرچی. فقط بگو نقشه چیه. این زمین در جنگ به ما برتری خاصی میده. اگه بتونیم اونا رو متوجه بوی بلا کنیم همینجا تمومش میکنیم. من و ادوارد میریم یه جایی دیگه. حتی اگه پیشش باشم عطر خونم پخش میشه. بوی تو زیادی تنده. بهتره دیگه بوی منو توی ترازوی مقایست نزن. منظورش اینه که اگه تو منو ببری بوی تو مال منو میپوشونه. قبوله. این فکر خوبی نیست ادوارد. اونا اصلا نمیخوان نزدیک این بو بشن. Oh, the wolf coming up. Run. So you can ask me to sit out of the fight too? Or don't you care about my safety? Of course I care. But you'd say no. I just won't have a choice anyways. Since I let Sam be alpha male, I gotta live with the shots he calls. Since you let Sam be alpha? I didn't want to be in a pack, let alone be its leader. Wow. Chief Jacob. Opted out. But every choice has its consequences. Some more than others. Don't start. Everybody makes choices. You're gonna have to accept mine. But you can love more than one person at a time. I've seen it. Sam, Emily, and Leah. Well, I'm not a wolf. I can't imprint. It has nothing to do with imprinting. It has to do with feeling something for somebody. And I know you feel something for me. I can sense how I make you feel. Physically. I make you nervous. Jake. Don't worry. I promised I wouldn't kiss you again until you asked. You're gonna be keeping that promise for a while, Chief. فقط بوی گرگ به مشامم رسید. نگران نباش. این روش جواب میده. عالیه. برنامه روز مبارزه هماهنگ شد. واقعا؟ به پدرت گفتم میخواییم با هم بریم بیرون. پس امشب تو خونه ما میخوابی. به هر حال چارلی هم میخواد بره ماهیگیری. چارلی؟ هم به اسم کوچیک صداش میکنی؟ با هم دوست شدی. در واقع امشب فقط تو ادوارد خونه اید. یعنی تنهایی؟ ما میریم شکار. باید انرژی داشته باشیم. خواهش میکنم. سلام. ساندویچ میخوای؟ نه سیرم. خواهر اون دوستت. آدم باحالیه. آلیس. آره دختر خوبیه. بابا یه سوال داشتم. چرا بعد مامان با کسی ازدواج نکردی؟ نمیدونم. شاید هنوز آدم مناسبی پیدا نکردم.
چطور؟ همینطوری. فکر کردم بی خیال داشتن خانواده شدین. ازدواج منظورمه. ازدواج ارزشش رو داره. آره. ازدواج ارزشش رو داره. وقتی پیرتر بشی. خیلی پیرتر. الان مادرتو ببین. ازدواج دوم تو زندگیش خیلی به دردش میخوره. آره فکر کنم. ولی خب مسلماً تو نمیخوای ازدواج کنی چون تو محتاط نیستی. چی؟ خب تو کلن راجبش حرف نمیزنی ولی خیلی بخواین از لحاظ بدنی به هم محرم بشین باشه. لازم نیست بگی. همونقدر که واسه یه تو خجالت آوره واسه یه منم هست. راستش نمیخواد بگی چون مامان 10 سال پیش بهم گفته. تو که 10 سال پیش نمیخواستی ازدواج کنی. مطمئنم همه چیز همون جوریه که یاد گرفتم. خیلی خوب. پس شما جوونا مراقبین که کار دست هم نگیر. بابا خواهش میکنم نگران این چیزا نباش. ادوارد مثل قدیمی است. مثل قدیمی هست؟ عالیه. خب این یعنی چی؟ یعنی وحشیه یا؟ بابا ما کار اشتباهی نمی کنیم. باشه. خیلی خوب. خوشحالم که حلش کردی. منم همینطور. حل شد. کم کم داره از ادوارد خوشم میاد. اینجا چی کار میکنی؟ چیزی شده؟ هیچی. فکر کنم منم باید یه هدیه بهت بدم. خیلی قشنگه. ممنون. تخت گرفتی؟ گفتم شاید بخوای بخوابی. کی دیگه توشک بادی میگیره؟ بادش زیاده. نه عالیه. یه سوال داشتم. حتما. ازدواج تنها شرط اینه که تبدیلم کنی؟ بله. خیلی خوب. منم یه شرطی دارم. باشه. بگو. قول. آره. Human experience. Not one, Mr. Poole, risk killing you. You won't. And everyone says that once I'm changed, all I'm gonna want is to slaughter the whole town. That part doesn't last forever. I want you. Well, I'm still me. Well, I still want you. This way. It's too dangerous. Try. I'll go to some ridiculously expensive college and let you buy me a car. I'll marry you. Just try. Yeah.
Stop trying to take your clothes off. You want to do that part? Not tonight. Believe me, I want to. I just want to be married to you first. You really make me feel like I'm some sort of, like, villain trying to steal your virtue or something. It's not my virtue I'm concerned about. Are you kidding? It's just one rule. I want to leave unbroken. It might be too late for my soul, but I will protect yours. I know it's not a modern notion. It's not modern. It's ancient. I'm from a different era. Things were a lot less complicated. And if I'd met you back then, I would have courted you. We'd taken chaperone strolls and had iced tea on the porch. شاید چند بار دوزدکی هم دیگر رو دیده باشیم، ولی فقط بعد اینکه از پدرت اجازه بگیرم جلوت زانو میزنم. حلقه رو تو دستت میذارم. این مال مادرمه. ایزابل سوان، بهت قول میدم که تا ابد هر لحظه عاشقت باشم. آیا این افتخار بزرگو به من میدی و با من ازدواج میکنی؟ باید لحظه ی آخر تصمیم بگیریم. بهت که گفته بودم کالنا خیلی قدرتمندن. اونا رو دست کم نگیر رایلی. شما زیادی، ولی اونا میتونن همه ی حرکات تو پیش بینی کنن. اینا رو دوستت گفته؟ آره، همون دوستم که مرده. اون میدونست اونا چه کارایی میکنن. اونا هم کشتنش، ولی اون قبلش همه چی رو بهم گفت. شاید اشتباه کرده. I mean, this is supposed to be Cullen territory. We've been tearing it up, and I've never even seen the mayor. You don't trust me. With my life. Just say it. همین کارو به خاطر خودمون میکنم که بدون ترس از اونا تغذیه کنیم. دیگه نمیخوام با ترس از اونا زندگی کنم. من خسته شدم، خواهش میکنم. بهشون اجازه نمیدم. میرم تا به سلطنت کالنا پایان بدم. می‌خوام.
فکر نمی‌کنی کافیه؟ اگه تنها کاریه که میتونم انجام بدم میخوام درست انجامش بدم. تازه تبدیل شده ها دیوونه میشه. چیزی نیست، اذیتت میکنه. دیگه اذیتم نمیکنه. از کی؟ از وقتی که یه روز کامل فکر میکردم مردی. چرا الگد دستت نیست؟ میترسیدم گم بشه. یا شایدم به خاطر جیکوبه. باید صبر کنیم و بعد از جنگ بهش بگیم. اگه نظر دوست شده؟ نه اصلا، فقط میخوام آمادش کنم. هی اتفاقی افتاده؟ نه همه چی مرتبه. آلیس گفت طوفان تو راهه. آره میتونم حسش کنم. دیگه باید بریم. اون بالا میبینمت. چیزی شده؟ هیچی، یه مش خونه شام دنبال من. Same old, same old. ممنون. باید قبل طوفان برگردی. نه من نمیرم. تو تنها رابطه من با گروهی که بفهمم چه خبره. پس نمی جنگی؟ ست فردا میاد جای من. اون دوست نداره من به جنگم. میترسه بلایی سرم بیاد. بهتر بریم تو. تو باید توی شهر میموندی. نه خوبم، چیزی نیست. چه کاری از من برمیاد؟ شاید حرف میزنیم نمیذاریم بخوابم. من هستم. انگشتاش دارن یخ میزنن. بیا با هم رو راست باشیم. من از تو داغ‌ترم. Get your hand off me. Keep your hands off her. Don't fight. If she gets sick, it's on you. Freezing, Bella. Relax. You'll warm up soon. Faster if you took your clothes off. Jake. Survival 101. Thank you.
you at least attempt to control your thoughts. I really get under that ice-cold skin of yours, don't I? What? Are you doubting her feelings for you? Nice. So picking through my brain's okay, but letting me into yours, forget it. Look. I know she's in love with you. Oh, good. But she's in love with me, too. She just won't admit it to herself. I can't tell if you're right. Then let me ask you something. If she chooses me... She won't. If she did... Would you try to kill me? That's an intriguing idea. But no. I couldn't hurt her like that. So you'd just turn her into a blood-sucking demon like you? I don't want that. I never wanted that. So stop her. I tried. I left. But you gave up too quickly. If you'd stayed away another 6 months, I could have made her happy. Trust me. You have to consider that I might be better for her than you are. I have considered that. I know you can protect her. But you can give her a life. A human life. That's all I want for her. But I'm not going to force her into anything. Ever again. The last time I tried, it almost killed us both. Yeah, that I remember. When you thought she was gone. That you'd lost her. How did you cope? There are no words. But I wouldn't wish it on anyone, Jacob. This might sound odd, but I'm glad you're here. Meaning, as much as I'd love to kill you, I'm glad she's warm. If we weren't natural enemies, and you weren't trying to steal my reason for existing, I might actually like you. Well, if you weren't planning on sucking the life out of the girl I love, I might... No. Not even then. But she could still change her mind, you know. Then I'd let her go. صبح بخیر سید. جیکوب کجاست؟ نمیتونم پیداش کنم. خبری نیست. احتمالا رفته جنگل رو بررسی کنه. بابت دیشب متاسفم. میدونم برات سخت بود. مطمئن باش قطعا تو لیست بهترین شبای عمرم نبود. لیست داری؟ بیشترش با توه، مثل وقتی که گفتی با هم ازدواج میکنی. خانم کالن، تو قرن 21 حداقل اسم خودم رو نگه میدارم.
میخواین ازدواج کنین؟ جیک من میدونست که داره گوش میده. اون باید میفهمید. جیک باید بله سب کن. بلم کن جیک. سب کن جیک، خواهش میکنم. بلا تنهام بذار، نمیخوام ببینمت. معذرت میخوام. معذرت خواهی تو نمیخوام. همین الان میرم و همشون رو از دم میکشم. نه خواهش میکنم جیک، این کارو نکن. شاید خودم رو بکشم تا آسان تر انتخاب کنم. نه جیک بمون. چرا؟ یه دلیل قانع کننده برام بیار. چون نمیخوام از دستت بدم. کافی نیست. چون برام خیلی مهمی. بازم کافی نیست. جیک عاشقتم. گفتم که عاشقتم. دیدیش؟ نه ولی جیکوب خیلی بلند فکر میکنه. نمیدونم چی شد. دوستش داری؟ تو رو بیشتر دوست دارم. میدونم. شروع شد. Jacob just got there. He's good. Thank you.
چی شده؟ نزدیک. میتونم فکرشو بخونم. ست برو. فهمیده اونجا نیستی، دنبال بوی منه. میدونسته پیش منی. پیدام کرد. تنها نیست. رایلی ببین چی میگم. ویکتوریا داره ازت استفاده میکنه که از من انتقام بگیره. میدونه که تو رو میکشه. در واقع خوشحال میشه که دیگه باهات سر و کله نزنه. گوش نکن رایلی، رجوع به حقه هاشون گفته بودم. میتونم ذهنشو بخونم. میدونم چه فکری میکنه. داره دروغ میگه. اون شما رو ساخته تا بتونه انتقام عشقشو بگیره. جیمز، فقط اون براش مهمه، نه تو. فقط تو مهمی، خودت هم میدونی. بهش فکر کن. تو اهل اینجایی، این منطقه رو میشناسی. به خاطر همینه که تو رو انتخاب کرده. اون عاشقت نیست. رایلی اجازه نده همه چی رو خراب کنه. میدونی که عاشقتم. تو مردی. دیگه همچی فرصتی گیرت نمیاد. تو اونو میخوای. میخوای منم دردی که موقعی از دست دادن جیمز کشیدی و حس کنم. وقتی که تیکه تیکش کردم، وقتی که به خاک سر تبدیلش کردم، وقتی به هیچ تبدیلش کردم.
آلیس میخواد که بریم الان. خیلی کم، شاید 10 دقیقه. باید از اینجا برم. ولتری نباید بفهمه ما چه قراری گذاشتیم. جیکوب تعامل کن، ما پیشتیم. استخونه ای سمت راست بدنش خورد شده. ویلا جیکوب منو چا جیکوب یو ایدیت آی هاد ایت بیا. قبل از هر چیزی باید استخونش رو جا بندازم. همینجا باید از اینجا ببریمش. ولتریا نباید بوی ببرن. ما برش میگردونیم. سری خودم رو میرسونم. طاقت بیار جیک. آروم باش. دارن میان. تحت تأثیر قرار گرفتم. هرگز ندیدم انسانی بتونه باعث چنین پیمان و همکاری بزرگی بشه. شانس آوردیم. شک دارم. It appears we missed an entertaining fight. Yes. It's not often we're rendered unnecessary. اگه زودتر می اومدین احتمالاً به هدفتون می رسیدین. حیف شد. یکی از دستتون در رفته. بهش پیشنهاد دادیم تسلیم شه تا نکشیمش. شما حق چنین کاری رو نداشتید. چرا اومد اینجا؟ کی شما رو به وجود آورده؟ نمیخواد این کارو کنی. اون هرچی بخوای بهت میگه. میدونم. نمیدونم. رایلی چیزی بهمون نمیگفت. میگفت فکرمون امنیت نداره. اسمش ویکتوریا بود. احتمالا میشناختیش. ادوارد، اگه میدونستن کار اونه جلوشو میگرفتن. مگه نه جین؟ البته فیلیکس. اون نمیدونست داره چی کار میکنه. ما مسئولیتشو قبول میکنیم. یه فرصت بهش بدین. والتری ها به کسی فرصت دوباره نمیدن. اونو یادتون باشه. احتمالا برای ایرو جالبه بدون دختر هنوز انسانه. اون کار انجام میشه. ترتیبشو بده فیلیکس. میخوام برم خونه. حالش خیلی بده. Doctor breaking his bones. Why did he have to butt in? I could have taken that tip. I'll give it a rest, Leah. همه چی مرتبه. حالش خوب میشه.
بهش یکم مورفین زدم ولی حرارت بدنش اثرش از بین میبره. برمیگردم. ممنونم. سراغ تو رو میگیره. سلام جیک. نگرانت بودم. نگران من بودی؟ آره، فکر کنم ادوارد فکرمو خونده بود. چیزی بهت نگفت؟ حتی عصبانی هم نبود، از تو هم نبود. لعنتی، بهتر از اونیه که فکرشو میکردم. اونطوری نیست که فکر میکنی. بلا، ادوارد اونقدر که فکر میکنی کامل نیست. میشناسمش. نیومدم راجع به اون صحبت کنم. کاش به جای استخونم قلبم له میشد. حداقل میدونم هر کاری که میتونستم انجام دادم. سخت بود وادارت کنم به هم بگی عاشقمی. گفتم عاشقتم چون چیزی عوض نمیشد. من کاملا مناسبتم بلا. درک کردنش برام به آسونی نفس کشیدنه. میدونی که دوست دارم. آرزو میکردم که کاش همین جمله کافی بود. یکم وقت میخوام. ولی همیشه منتظر میمونم. تا وقتی قلبم ضربان داشته باشه. شاید تا اون موقع. سیزدهم آگست. آره، یه ماه قبل تولدمه. نمیخوام ازت بزرگتر باشم. آلیس گفت اون موقع ترتیب کارای عروسی رو داده. مطمئنم همینطوره. هیچ عجله‌ای نیست. بحث زندگیمه، باید عجله کنم. پس به خاطر همین گفتی آلیس همه کارا رو انجام بده؟ آره، لباس عروسی، پذیرایی، مهمونا، خدا میدونه چند نفر رو دعوت میکنه. مگه مهمه؟ هنوز نمیدونم چرا این کارو میکنی. چی کار؟ عروسی؟ نه، تو میخوای همه رو خوشحال نگه داری و به خاطرش خودتو آزار میدی. اشتباهه. این
این یه انتخاب بین تو و جیکوب نبود. یه انتخاب بین کسی که باید باشم و کسی که هستم بود. همیشه حس می‌کردم که زندگیم خیلی به هم ریخته است. هیچ وقت حس نکردم عادیم. چون عادی نیستم. و نمیخوام باشم. من باید با احساس مرگ، شکست و درد کشیدن روبرو میشدم، ولی هیچ وقت هم انقدر حس قدرت نداشتم. اینقدر واقعی اونم من، چون این دنیای منم هست، جایی که بهش تعلق دارم. بس فقط به خاطر من نبود. نه متاسفم، واسه فهمیدنش خیلی خرابکاری کردم. I want to do it right. And I want to tie myself to you in every way humanly possible. I'm starting with a wedding. Actually, something a little more difficult first. And maybe even dangerous. باید خواستگاری کنی. واقعا هم خطرناکه. خوبیش اینه زده گلوله‌ای. حلقه رو بیار. Always tell
was a heavy heart to carry. My beloved was weighed down. My arms around your neck, my fingers laced a crown. I was a heavy heart to carry. My feet dragged across the